خب شما بخورین سعی کنید که نمک ممکش کم نباشه. همه از این نمکش زیاد کار نمیه. خب دلدا نمکش بس نیه. بسیار مزدار دوست عزیز. دیگه جای شما واقعا خالی، شما دورید نمیتین که بیت قزمه بخور. اگه نمی بودین یک جای نوشجان میکدیم. سلام و درود به تمام شما بیننده های تلویزیون جهان هزاره. امیدوارم که پاک شما جور صحتمند و خوشحال در کنار فامیل خوب باشین. امروز شما رو خوش آمدید میگم در یک دیگه از برنامه های آشپزخانه بامیان، که امروز هم یک غذای محلی را مو در نظر گرفتیم که پخته میکنیم و برای گردگوشون خود تقسیم میکنیم. و یالی هم موریم داخل اولی که بخیر در پخته کده شروع کنیم. شما هم دیگه تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. بینده های عزیز، ما آمدم یالی در داخل اولی. شما دیدین که ما اینجا دگدو جر کردیم، پوچه آوردیم، چلمه آوردیم، از سر بام تا کردیم و در اینجا دلده است که دلده را خاله ما اینجا غلبیل کدک در او دیگه هم روغه است. یالی هم ما قضیه سلام علیکم میکنم که یار ما امروز یار طلب کردیم که قد از ما کمک کنه تا که دلده پخته شوه دمی گردگوشو تقسیم کنیم. سلام خاله، خوبی؟ خوبی، بخیر، سلامتی، بخیر باشی. شکر جان، من شما جیرا شکر بخیر باش، سلامتی، شکر بخیر باشین. خور تو خوبی؟ بخیری؟ خوبی جان، من جان من جیرا بخیر تکری. شکر. خب دیگه یالی شروع کنیم در پخته کردن دلده. شروع کنیم اول چیکار کنیم؟ اول نیاتش دار میده آو میندازیم که او جش کنه، بعد از که او جش کرد بس دلدار میندازیم. خب اگه او یخ بندازیم دلدار بلش بندازیم رقم خراب میه. خاصه. خب شروع کنیم دیگه. نه شروع کنیم. خب بنده های عزیز، حالا هم دیگه بخیر شروع کنیم در آتش در داده و در پخته کده. بیا شروع کنیم. آو میاو چای جوش بندازیم خوب گرمتر. آره گرمتر دراتر جش. ما شما در بیدن، ما چیم کن؟ خب تفت خیلی زیاد برمشه او جوش کده؟ او جوش کده اینا
اندازه اول کچکچش گفت بندازنی همین تگره های هم زین نبیل شد نه کفگیر بین شد بخیسته خادوست عزیز او جوش کده یا لیمی دلدر که غلبل کرد اما کچدانه شد اینجا یک شو میکنی یک دیگه ما شور میدی که او نچسبه دودم کم دودم یا باشه کن منی بسم الله الرحمن الرحیم خب بنده ها چما از مور سرم که کار کده و دیده مور بخی بور کده دلده را من دخته دیگه ده منه او که آل دیگه او آن مطور جوش خورده و شورده ده بور دیگه شور بودی خیلی چک تایشو نگیره ای ده چند دیر خود پخته شده ای گندم کشخ پخته هم اصلا تاچاش نیلا پخته شده تو چوش نانی؟ چوش یا صد باشد نه تا صد دزار پخته میشه دی؟ دزار شد پخته شد نه؟ آره دزار شد. گاب داوتش من نگاتش اگر لامپا خواه دوستای عزیز دلدار من دیگه اندختی حال دیگه در 300 گندم خدا اینچه من مفهمید خیلی شخ پخته یا بله پخته شوه در 300 مهم کشش میکنی کاتوش چلمه ململه هرچی هسته زود بیلی که مخوب بسوزه رو تر پخته شوه این حال دیگه ای رقم موی رو شور بدیم دیگه نی؟ شما یک اوکش برین سرسرش بگیری و سبوزوش برش بخیسه خوب خب امی رقم آتیش اشته و شور داده و ادامه در تاک پخته شد کشده شد؟ خب ما شویرم بیدیم نسته نه؟ دوستا عزیز یکی هست دیدکراش هست قضی بسیار دسته دراز هست در دودموت خیلی خوب است که این از دور دیگه قضی میتنه که شویر بیدیه که چیم شد دود کر نکنه رقم از مور که این بخیر دیده مربور کده و زیادتر مردم قضی دیدکراش حلوان پختم کنه می دلده میترار پختم کنه دیگه یا کس در همزی وسایلای وطنیه بنده ها دیگه دیگه در اینطور در حال جوشیده هست در او موجوشه و یا لیمو تصمیم گرفته بری اندازی اندازی قطقو کنه اندازی منیسته بر خیر مطور اینجایش یو علی قدوی گرم قطقو گرفت آره قدوی اگر گرم نمشه اگر دفعه قدوی هم یک گب داره نه نقم شک شک اندخ نشه دیست کنم مای که ماشک کردم نیزم مو آنگه اون تو نمون علی شما بخلی چی جرم شک شک خواه دیگه اینجی
هر کس دم رسم خود پیش مره نه ای خاله ام که هسته ای رقم مکنه ای خوار که هسته دیگر رقم مکنه ما چک کرم مندازیم کام دان نم میزنی دیگه باز مندازیم خونجان دازیم بخون رک نشه تک زر او مندازیم تشیر مده قدیس خو خاله به خمیر کدیره خیر خاله یاد داره ای قصیر نازی شو خطو بختم شو سخت یا موجم کشکیو کنم بود نه مگه بغندگ نشده دیگه ای بغندگی مگه بیزی شد دیگه کس خطیش نمید شد دیگه بختم شد شیو کن من سال دیگه نسیم بفق بغندگ کرد نمک شد چه وقت شد من خاله؟ نمک شد اینمه که چی شد و نزوری بخته شد وقت شد بینی خب نمک شد پاس میده دیگه نی؟ هره خب قصه اونمه جمع اندازید که مجیش کن نخطیم بود منش نندازید خب مگن چه پاس دا کاره نی؟ آره مگن چه رخ پاس بود کنم دیگه غشغر دلده بار که بین دو پیش خانه خان زور ای ای نسیم بود چه تیره چه گو؟ او که نمی روش بود نشم بغندگ کرد او بغندگ باشه دو تشت بود که گو خنده خوم مونه بغندگ هاش خوم مونه بخی خلاص نه بگر بازیج نندختی من دلده بود دو تشت خراب کرد تجربه خوب چیز دیگه نه این خاله میاد در سایه کو چطور اون طرف اندازم دیگه نه این جن انداز دنیر من دیگه چه کو باز قص اول دیگه یا لیر من دیگه نیست خو ما روست کن نش مرس نمیدن تو میتونی خو دست عزیز امروز خاله من نام خدا بسیارم تو کارگرم فهم و یه خوار که قزمه است یا من تو هر کدام شیم ما میگم ما کارم یا مر کار کده نه ولی میگم ما کارم نه ما کارم خیال هم دیگه نوبت از این است که من دک بله از او دیگه شو بیندازم اگه همی بغندگ بمونه ای در اونجا بیندازه خام ممنم در مخشورت خام ممنم مخشورت هر قدر اون شیر بیدیگه بغندگ او نمشه او دیگر ممنم در او نمشه بغندگ بلی لکشت ممنه مگه شور ندیم دیگه؟ نسته تشور بیم رنیر کن نخته بخشور رو تیز بخار کار دارن اینا لنیر میگرم مبندگ میدیم آسه یا بسم الله خادوست های عزیز زمی نرمگی شرکی هم کنیدیال منه دیگه این دردی شیر بیدی؟ شیر شیر خاله امال که دلدر اول شرم انداختی و نرمگی شرم که قلبیل کده انداختی هم یال در کدام حالت راسته می دلده ما؟ این مال دلده آخری ده کدی کم من دادی؟ فقط پخته شده اینج من دادی یعنی؟ علمی او خوب شده پخته ایدی خواسته باز نمک روغن چی وقت انداختم شم؟ نمک شم اینال پرده روغن شم روغن شرم امال بله شم نی؟ خسته بیاد زر نگنی؟ ها؟ بیاد زر نگنی؟ روغن سرخ کنی که بهتره خواسته نمک پرتا خوبه خو دوست عزیز ده این مرحله رسته که باید روغه و نمک هم منیز بیندازی یا لیمو روغه را چی میکنی یک پیاز منیز زرد منی از خاطر که بوی روغه گرفته شد خوبه همتون مزه دار بیا
خب روغن بیندازم؟ آه چیو امی چطور روغن چرا قد چی شم دختین دبلش ما بازیار دیدیم که وقت پختم شه بازور اینتری نورک جرم نده منی کاسه شو میکنه قد روغن گرد که جش بخره باز خیلی مزدار میه مزدار میه باز خالا گفتی چی مگیره؟ دلده پلاو دلده پلاو؟ اوه نام قد روغن پختم شده اینا دوست عزیز امروز دیگه دلده نیم پخته شده نامش تغییر کرد دلده پلاو شده خب بینده ها دیگه دیگه دلده سر دیگه دونه داره و در حال جشده است کم منده که پخته شد و یالی موی دیگه پخته کده دیگه کم منده پخته شد و منده شده اینجی چایم دم کده در پیش خو در می سایه یخم شیشته و اینجی یکان قصه میکنی البته قصه میکنی یعنی خاله ما که است از آدم های قدیم است زیادتر دلده چیزا پخته کده دباره دلده اگر خود چیگه خاطره جالب داشته باشه یا که از رسم رواج های منطقی خو دست موی شما قصه میکنه و همچنان خوار ما که در پالیم است یه هم قصه میکنه خب خاله اینا شما قصه کنید دیگه در باره دلده ما که این دلده را پخته میکنید در آقل این تقسیم میکنید دیگه یا در مجید باشد کنه خونده مونه اگر نباشه اونو تقسیم میکنه از چه خاطر دلده را پخته میکنه منطقه شما؟ ما دلده یه نظر بیبی مگه خاطر رو جمع میکنه نظر بیبی خرم دن این بار پخته میکنه اگر چیز باشم خانه اخ کنه خانه اخ میکنه تقسیم میکنه خانه ها کاسه بخشک میکنه؟ یگان خاطره جالب امزی دلده پخته کده دارین؟ نه دیگه اون تو چیز رو من یاد ندارم دلده که هسته میپره می روزد دو دفت بلدیس از من پرین خود دلده که بیزی و پریش داره دیگه یک نمگه بربر دلده و چیزی چیز هسته دیگه دلده اونمو تو پخته نشته اونمو تو مشت کده موره دیگه آره باید رو خوب شور بده رقم که امروز من پخته کده آره دیگه اول او جش میده باز گندم شیمون از او بس دیگه شیمون کنه اون پخته هم شدی آره بسیار خوب خب گفته های خاله من شنیدین دیگه خو خوار اینا شما قصه کنید که شما چی رقم پخته میکنید رسم رواج منطقی شما چی رقم امروز که پخته کنید امی رقم یا شما قضیه یک ماتای اضافی هم گرد میکنید دیگه از مو که هست این می دلده رو که او میلی او که جش کد بس دلده رو اقا امو درشتیش رو میندازی بس باد از او ندگیش رو خاله مو که خمیر کد نه بس مو او مچک مونی بس اون سالی مو اون تسایه یادم نداشتی او مچک کدی و بغندرک شد ور دگاو دادی شما نخص کدی دیگه ما خیلی نخص کدی او مقصد بغندرک شد از پیش بس دا دیگ نندختی که دیگ خراب نشه بس امو رو گرفتی دگاو دادی بس دلده مو که پخته شد بس دقیق دلده خم روغن میندازی که خوشمزه بیه باز باد از که در کاسه یا در غوری که کشیدی باز بخواید در روغن رو با یا بانجان رومی را رنده میکنی باز سرخ میکنی باز بخواید هم رو با روغن که جشندی و سرخ شد باز چکر هم میندازی باز روغن هم میندازی و خیلی مزدار خوب شیمه آره خواهی چکه گفتی دوغ هم میندازه یا چکه؟ نه نه چکه چکه را او میکنی؟ دوغ جوش میدی نه؟ جوش میدی زرده میکشی؟ بازور بله دلده شه مونی باز بله شوغا شه مونی خوب مزم دیم خواهی جوش میده ما جوش نمیده ما چکر بقید او مونی باز بله دلده میندازی ما دوغ اوگی بزر جوش میده باز ساری چکر میندازی خب خب قصه کدین مقصد امروز زرگه بی که شما رو دومو گفتین یک دم خالیف یک دیگه خوب خوب کردیش جنگ نکدین باز ما کسی دا اینجا پخته بکنی یک ذره متوافید دیگه واد چیز از واد دیگه رقم از موی دیگه رقم آره دیگه مگر باز امروز که خاله که خمیر کد ما ایران شده مندم که بچه خمیر کد ما دلوا خمیر من الوه سرکی کنه خمیر مکنی آره
حالا به سرک کتیان و خودکویش میشه دیگه از خاطری که روغن میکنه که خودکوی که میندازه منیشه. خب دیگه باز شما رسم منطقهش میچرخم و خانه بخشک میکنی؟ رسم منطقه از میخوان بخشک میکنی، یعنی نظر بی بیخوره که میکنی، یعنی میره هر چیزی که کنی میره خانه بخشک میکنی. خب خوبه، بسیار چای خورو بخور، مندشت امروز نه خدر مندم کنشت. خو خاله من دیگه دیگه شور میده که دیگ نسوزه و دیگه شاید پختم شده باشه. ما یک دفعه اینجا بال میکنی یکم مزه شیر سعی میکنی که نمک شده نشته، مرچ شده نشته، که بعد از او یعنی همسایه هایی که در اینجا گرد گشو هست و آواز میکنی که با خود این از خانه خیگان کاسه میره دیگه میره هر چی گورد در اونمزو بال میکنیم باز بدر بره در خانه خود دیگه یک جای قد فامیل خود یک جای بخوره و این را ما این رقم نم کنی که خود ما درگه در درگه ببرم این را همی همسایه ها را صدا میکنی هم رقم خوبش نمید؟ آره هم رقم خوبش نمید. آره باز من هم کل منده نشم نه؟ خب یه یالی خسک بال کنیم مزیش سای کنی خبه؟ بنده ها مو دیگه دلده را بالا کردیم پختش ده بخی بال کردیم مال یک دفعه مخوری مزهش سعی منی باز بخیر دیگه دمسایا تقسیم میکنی. خب شما بخورین سعی کنید که نمک ممکش کم نباشه. ماشه از این نمکش زیاد کار نمی. خب دلده نمکش بس نیه بس سیار مزدار. دوست عزیز دیگه جای شما واقعا خالی، شما دورید نمتین که بیت قزمه بخور، اگه نمی بودین یک جای نوشجان میکردیم. چطور مزه مزیش چطوره؟ مزیش خیلی خوبه دیگه، بخی برابر نه دیگه نمک کردن نه دیگه بخی برابر هم خواهد دوش ما خیلی مزه دارم این نوشجان چون بخورد. خب بینده های عزیز تشکری میکنم از شما که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردید و یک تشکری خاص از خالق میکنم که امروز دلده را قزمه یک جای پخته کرد و همچنان تشکری خاص از خوار خو میکنم که مرسه یک به کمک یک دیگه خو این دلده را امروز پخته کردیم و یالی هم برای همسایه های گردگوشو تقسیم میکنیم. اگر شما دوستا خوش دارید باز هم که ما امیر رقم برنامه های رنگارنگ اینی غذاهای مختلفی وطنی را بلده شما دوستا پخته کنیم که امیر رقم در همسایه های گرد و گوشه تقسیم کنیم. شما میتونید که چینل یوتیوب از ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید و همچنان نظریات خود را نقد از ما شریک بسازید تا باز هم ما امیر رقم برنامه ها را بلده شما دوستا درست کنیم تا برنامه بعد که با یکی از امیر رقم رسم و رواج های مردمی منطقه در خدمت شما دوستا قرار میگیریم. یکا یک شما را در الله پاک و بنیاز میسپاریم. بقیه وقتی شما خوش، خداوند یار و نگهدار شما.